نشست علمی آیت الله لزماسی صادق حسینی شیرازی چهارشنبه شب مطابق با نهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله عظما شیرازی در رابطه با نگاه معصومین علیهم السلام به نوروز طبق روایات فرمودند: در رابطه با نوروز دو طایفه روایات وجود دارد که در دسته ای از آنها برخی از ائمه اطهار علیهم السلام نوروز را تقریر فرمودند و در مقابل روایات نفی هم وجود دارد که همه آنها مراسیل است. معظم الله در رابطه با میزان اعتبار روایات مذکور فرمودند: اگر کسی قاعده تسامح را قبول نداشته باشد، نباید همه آنها را بپذیرد، چه روایاتی که نوروز را تأیید و چه نفی نمودند. اما اگر کسی قاعده تسامح را قبول دارد که مشهور فقها قبول دارند، بر اساس این قاعده برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله العظما سید محمد شیرازی این چنین جمع بین روایات نمودند که نفع به معنای نفی عید بودن است، اما اعمال مستحبی برای این روز طبق برخی از روایات وارد شده است. ایشان با اشاره به برخی از روایات نافی نوروز فرمودند: روایات نافی نوروز بیانگر عید نبودن نوروز است، اما با انجام برخی از مستحبات همچون نماز و روزه در این روز مخالفتی ندارد، چرا که زرتشتی ها این روز را عید می گرفتند، اما روایات نافی این روز را همانند عید فطر و قربان تلقی نموده است، لذا جزء اعیاد در فقه شیعه استفاده نشده، اما در برخی روایات اعمال مستحبی همچون نماز و روزه برای آن ذکر شده، همان گونه که برای برخی از روزهای دیگر سال هم اعمال مستحبی ذکر گردیده است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، از امیر المؤمنین صلوات الله علیه. بله، اینجور گفتن. بله بله، منافات نداره. علی کل میگم اینا تمامش روایاتیه که سند نداره، سند تام یا مراسیله یا سند ضعیف داره. وقت رو قاعده تسامح گیری نداره که حتی صاحب عروه جز مستحبات اینا رو شمرده و فقهایی که حاشیه کردن عروه رو که قاعده تسامح قبول دارن قبول کردن. نه دیگه، تسامح نه، وقتی که دوتا شد همون میدونم آخر نافی وقتی که قابل حمل باشه، همجور که عرض کردم همین نه، جمعش، جمعش مقتضای جمعش اینه که بگه اون نفی عید میکنه، این اثبات عید نمیکنه. روایات مثبت این نوروز اثبات مستحبات میکنه، اخ منافات نداره. تو ایام سال ما داریم، فرض کنید اول رجب پران مستحبات رو داره، نیمه رجب پران مستحبات رو داره، زیارت امام حسین علیه السلام داره. بله بله، هم عرض کردم یا مرسله یا سندش ضعیفه. خود معلا که محل خلافه، من قبول دارم خود معلا را، اما خیلی ها قبول ندارن معلا را. حضرت فرمودن خودش سبب کشتن خودش شد، توی یکی از روایات داره. و اما نه، تو سندش تو ذهنم اینه ضعیف هست.